ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشیم. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. درود بر شما. 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر. من مهدیم و با برنامه دیگر از دریچه‌ای رو به آگاهی با شما. روز جهانی حقوق بشر بهترین تصمیمیه که تا به حال جامعه جهانی به خودش گرفته، که این منشور در سال 1948 میلادی به امضای 51 کشور از اعضای سازمان ملل رسید و اجرایی شد. در این برنامه به مفهوم حقوق بشر، پیشرفت‌ها و چالش‌های پیش روی اون در ایران می‌پردازیم. اما میهمانان برنامه، خوش آمد میگم به میهمانان برنامه. آقای شیرزاد، فعال سیاسی، تحلیلگر و همچنین مدیر مؤسسه شهروندیار، و آقای منوچهر شفایی، بنیانگذار کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، پژوهشگر و فعال حقوق بشر. خواهش میکنم بفرمایید. من سلام میکنم خدمتتون. به هر حال خوش آمد میگم به دوست خوبمون که تشریف آوردن تو جلسه. شفایی هستم و آماده شنیدن سوالات شما و شروع جلسه است. ممنون از شما آقای شفایی. درود، خیلی ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردی. سلام به شما و بینندگانت. خیلی خوش آمدید. ما امروز از شما میهمانان عزیز خواهنده این هستیم که تشریح کنین حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط به اون رو و نحوه اجرایی شدن اون در جهان و به ویژه در ایران رو. ابتدا اگر که میشه آقای شفایی با شما شروع میکنیم و بعد شما، میخواییم که از تاریخچه تشکیل حقوق بشر و مفهوم و ارزش‌های حقوق بشر از دیدگاهتون بشنویم. بفرمایید. عرض کنم که در رابطه با مسئله حقوق بشر، مفهوم حقوق بشر از نظر من یک شرایط خاص داره، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر اگه بخوایم نگاه کنیم از دو بخش تشکیل شده، یک بخش حقوق ذاتی انسان‌ها و یک بخش حقوق شهروندی است. حقوق ذاتی ما در واقع حقوقی است که انسان از بدو تولد حقوقش همراهشه، مثل نفس کشیدن، مثل دیدن، مثل شنیدن، مثل حرکت، رشد، عرض کنم که مثل صحبت کردن و تمام این مسائلی که با ورود یک انسان به عرصه جهانی با هر دیدگاهی صاحبش هستش. من مثالم میتونم بزنم که حقوق ذاتی، شما اگر یک کودکی رو در یک گوشه قرار بدید و یه ذره غذا بهش بدید، به مرور وزنش زیاد میشه، رشد میکنه، صوت داره، حرف ممکنه بتونه بزنه، حرکت میکنه، یا چهار دست پا یا به شکل‌های مختلف. این حقوق ذاتی این کودک هست، به این انسان هستش، و جامعه یک سری وظیفه داره به انسانی که تازه متولد میشه و اون وظیفهش حقوق شهروندیه، که این جامعه وظیفه داره این حقوق ذاتی رو رشد بده، یعنی کاری بکنه که کودک بتونه به سلامت رشد بکنه، بتونه آموزش ببینه، بتونه پرورش داشته باشه، بتونه در محیط سالم بزرگ بشه، ساختمان داشته باشه، غذا داشته باشه و و و و به این صورت. این مجموعه ایه که در واقع نگاهیه که در همین اعلامیه جهانی حقوق بشر دیده میشه. اما اگر که بیایم یه نگاه دیگه بخوایم بکنیم به تاریخچه حقوق بشر، من اینجوری میتونم بگم که
تاریخچه حقوق بشر همون بعد تولد اولین انسانه. حالا بعضی وقتا میگن که آقا حقوق بشر از طرف کوروش اومده در زمان نمیدونم فلان نویسنده بوده به خاطر این انقلاب بوده حقوق بشر، ولی نه، حقوق بشر از بعد به تولد انسان همراهش هست و در کنار خود انسان قرار داره و نمیشه اونو به اصطلاح شکل دیگه‌ای تعریف کرد. اما من یک کوتاه یک گریزی میزنم برای رشد این عرض کنم اندیشه بس حقوق بشر، چون حقوق بشر که ذاتی از بعد وجود داشته، ولی اندیشه حقوق بشر شکل‌های مختلفی داشته، یه رشد کوتاه بطئی و با فاصله‌های زمانی خیلی طولانی، یعنی فاصله‌های 100 سال به 100 سال یه حرکتی می‌دیدیم برای یه حرکت یه کاری. به عنوان مثال ما می‌تونیم بگیم که اولین جرقه‌اش در زمان کوروش هستش در رابطه با بعد از فتح بابل یک کتیبه‌ای داده که در این کتیبه به دو سه مورد دقت بیشتری کرده، یکی این بوده که بردهداری گشته کنار، بعد یکی در رابطه با آزادی ادیان هست صحبت کرده و یکی هم در رابطه با برابری به اصطلاح عدم تبعیض، یعنی این سه تا مورد رو ایشون در واقع یک بدعتی گذاشت. بعد از دوره کوروش که بریم یه بخشی فلاسفه یونانی در واقع راجع به مثلا جامعه آرمانی به این چیزا مثل افلاطون و این صحبت‌ها کردن. بعد از سال‌ها میایم می‌بینیم که مثلا در سال 1630 حدوداً یا 650 جان لاک در واقع راجع به ارزش انسان صحبت کرده و اعتبار به انسان داده، و بعد می‌بینیم که بعد سال‌ها حدود مثلا 80-90 سال مونتسکیو اومده با نوشتن کتاب روح العوانیش در واقع یک نگاهی به حقوق بشر کرده. یا عرض کنم که میتونیم به شروع به اصطلاح آزادی آمریکاست در واقع، یعنی بعد از اینکه آمریکای به اصطلاح یک پارچه شد و واشنگتن یک قانون اساسی نوشتن، در اونجا تو اون قانون اساسی هم به وجود انسان و به خود انسان به عنوان یک فرد انسانی نگاه کردن. البته توی میون یکی دوتا انقلاب در انگلیس اتفاق افتاد، به اصطلاح یک منشور کبیر بود که مثلا در اون فرقش در واقع در رابطه با مسئله اینکه فقط دولت تصمیم گیرنده نیست و ببخشید دین تصمیم گیرنده نیست و دولت نیست، اومدن دادگاه گذاشتن. بعد از کنم که یک کارهای اینچنینی ولی در رابطه با مسائل داری همه بطیه، یعنی همه رو نگاه کنیم مثلا در سال 1300 1600 1700 تا برسیم به انقلاب کبیر فرانسه که در واقع نشأت گرفته بود از کتاب مونتسکیو و جان لاک و اتفاقایی که سالهای قبل اتفاق افتاده بود، میان تا به اصطلاح در انقلاب کبیر فرانسه سال 1789 عملا یک ارزشی برای انسان قائل میشن، یعنی یک اعتبار به انسان میدن و در اونجاست که کمک میکنه به اینکه ذهن‌ها به انسان یک اعتباری داده بشه، که این خودش شروع یه قضیه است. و بعد از اون میبینیم که در انقلاب‌های صنعتی در سال 1848 اتفاق افتاد و بعد با اومدن مارکس، بعد انگلس و بعد عرض کنم جنگ جهانی اول، عرض کنم که یک اتفاقای اینچنینی افتاد که یواش یواش زمزمه این که انسان حق داره، انسان باید درست باشه، عرض کنم که اتفاقای کارگری که افتاد در سال 1888 در شیکاگو در جاهای مختلف، اینا یواش یواش ذهنها رو آماده کرد که اصلا حق بر انسان وجود داره، یعنی اون حق ذاتی در واقع داره خودش نشون میده و حق شهروندی باید باشه. بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از دو جنگ اتفاق افتاد، جنگ جهانی دوم به هر حال کشورهای پیروز تصمیم گرفتن که یک ارگانی رو ایجاد بکنن به عنوان سازمان ملل و یک کمیسیونی تشکیل دادن به عنوان کمیسیون اقتصادی، و در این کمیسیون اقتصادی یک مجموعه به اسم کمیسیون حقوق بشر رو تأسیس کردن که تا سال همین که خود شما هم گفتید در 10 دسامبر 1948 به
به امضای 51 کشور رسید و این در واقع یه شکل گرفت. من خیلی صحبت کردم، فقط تاریخچه رو اطلاع بدم و بگم که اصلا فرق تاریخچه حقوق بشر به نظر من از بدو تولد انسانه، اما پیدایش اندیشه حقوق بشر یک تاریخچه نزدیک 2500 سال است که تو به اینجا رسید. من خیلی ممنون از صحبت‌های شما. آقای شیرزاد، نظر شما رو می‌خوایم بدونیم. بله، نگاه کنید مفهوم حقوق بشر در دنیای امروز رو. خب در واقع به حقوق بشر همونطور که آقای شفایی اشاره کردن یک مفهوم خیلی خیلی گسترده است، شامل حقوق اجتماعی میشه. حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر با 30 بندی که در اون هست ما میبینیم به حقوق در واقع اقتصادی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی اشاره شده. یک مجموعه 100% کامل نیست، ولی سعی شده به تمام اینها در واقع پوشش داده بشه. از طرفی ما بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر شاهد هستیم که کنوانسیون‌های متعدد حقوق بشری در ارتباط با حقوق سیاسی و اجتماعی، در ارتباط با حقوق اتنی و حقوق اقتصادی همینجوری در واقع صادر شده و این بحث پیدا کرده و گسترش پیدا کرده. ولی همونطور که آقای شفایی عزیز گفتن، حقوق بشر دقیقاً به نظر من با وجود یک انسان به نوعی تعریف پیدا میکنه و این توسعه پیدا میکنه. حالا ردای تاریخی که ما داریم توی فیلسوف‌های غربی و اندیشمندان غربی تا یه حدودی اینها تعریف میشه، در واقع اون منشور کوروش بزرگ دیده میشه این اعلامیه حقوق بشر و به یک سری از نکات در واقع حقوق بشری برای انسان‌ها اشاره میشه. ولی حقوق بشر خیلی به نظر من تحت تأثیر دولت هاست. یعنی وقتی یک دولتی تشکیل میشه این سوال پیش میاد که اون شهروند در قبال این دولت در چه جایگاهی داره، قرار داره و چه حقوقی داره. آیا دولت ها باید 100% تسلط داشته باشن به انسان ها، هر کاری لازم باشه انجام بدن یا خیر؟ این به نظر من کمک کرد که حق بشر در واقع مدام مورد پرسش و سوال اندیشمندان غربی و حتی آسیایی باشه. من صحبتتون رو قطع میکنم. اینجا یه موضوعی پیش میاد. اصلا هدف از این تشکیل کمیسیون حقوق بشر چی بوده؟ اصلا برای چی پیدا شد؟ برای چی اینا تشکیل دادن و برای اعضاش کیا هستن؟ بله، نگاه کنید. خب همونطور که میدونیم اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر بعد از فجایع جنگ جهانی دوم رخ داد. یعنی در این جنگ 70 تا 85 میلیون انسان کشته شدند. ما شاهد نسل‌کشی یهودی ها بودیم و شاهد جنایت های آنچنانی در جهان بودیم. ضربه‌های اقتصادی مهلکی که به جهان خورد و نزدیک چند صد میلیون نفر رو این جنگ جهانی دوم به یک نوعی اسیر کرد. اینجا بود که دولت‌ها از نسبت به در واقع حقوق بشر شهروندان خودشون به این نتیجه رسیدن که ما باید یک در واقع حقوقی رو بگذاریم که نه تنها شهروندان کشورهای خودمون از اون بهره مند بشن، بلکه در هر بشری در هر نقطه‌ای فارغ از این که چه دینی داره، چه مذهبی داره، نمیدونم چه جنسیتی داره، چه قومیتی داره، با چه زبانی صحبت میکنه، از این حقوق بهره‌مند بشن. و ما در واقع به نوعی شاهد بازتکرار حوادث تلخی مثل جنگ جهانی دوم نباشیم. خب در سال 1941 اولین در واقع استارت این قضیه خورد و روزولت و چرچیل روی کشتی اومدن یک اعلامیه رو درست کردن به نام پیمان آتلانتیک که خب به صلح جهانی به یک نوعی اشاره داشت. بعد از اون در سال 1942 پنج کشوری که علیه هیتلر اینها بسیج شده بودن دست به دست همدیگه دادن و گفتن که ما باید یک سازمان ملل متحدی داشته باشیم، یک نظارتی وجود داشته باشه که نه این نسل‌کشی ها، این جنایت ها، این جنگ ها به یک نوعی تموم بشه. در سال 1945 ما شاهد تشکیل سازمان ملل متحد هستیم و سه سال بعد اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع به تصویب رسید. فکر میکنم 51 کشور از 48 تا رأی موافق داشت و یه 15 تا کشور هم من فکر میکنم که رأی ممتنع دادن به اون. و به هر حال اعلامیه جهانی حقوق بشر
تصویب شد. بعد از اون ما شاهد تشکیل کمیسیون حقوق بشر بودیم. خب این کمیسیون در واقع یک جورایی یک شورای اقتصادی و اجتماعی بود که روی این موارد تکیه میکرد و تمرکز روی در واقع حقوق بشر نداشت. در نتیجه در سال 2006 با پیشنهاد آقای کوفی انان ما شورای حقوق بشر رو داشتیم که تخصصی تر روی نقض حقوق بشر کار میکرد و سعی میکرد که بهبود در واقع بده به یک نوعی وضع حقوق بشر رو، و تا به امروز هم شاهد کارکرد این شورا هستیم. ممنون از شما. آقای شفایی، نظر شما رو میخواییم بدینیم. سلام، ما اول باز کنم. بله، عرض کنم که مرسی، خیلی ممنون، جناب شهرزاد توضیح خوبی دادن. فقط من در رابطه با اینکه شما داشتن توضیح میدادن راجع به تشکیل کنوانسیون ها و شما سوال ایشون رو قطع کردید، من خوشحال میشم حالا هم من میتونم توضیح بدم، خود ایشون هم شاید آماده باشن بعدش توضیح بدم. اما در رابطه با کمیسیون حقوق بشر من اینجوری میتونم تکمیل کنم صحبتو. کمیسیون حقوق بشر جزئی از کمیسیون اقتصادی سازمان ملل هست که در سال 48 شورای حساب کمیسیون حقوق بشر رو تشکیل داد. کمیسیون حقوق بشر تشکیل شده از 51 کشور و این 51 کشور به صورت دوره‌ای سال به سال یک کشور رئیس اون دوره خواهد بود، یعنی این 51 کشور، و هر سال 5 کشور با قرعه کشی خارج می‌شدن و 5 کشور وارد می‌شدن. نتیجتاً همیشه یک گروه 51 نفره به عنوان ناظرین یا کمیسیون حقوق بشر در جهان کار میکرد. همه ساله هم یک کشور رئیس اون کمیسیون میشد. در سال 2000 رئیس کمیسیون آقای معمر قذافی که در واقع جز کشورهای 100% ناقض حقوق بشر قرار گرفت از دید سازمان ملل، و وقتی ایشون شد رئیس کمیسیون و راه دیگه ای نبود به جز این، به صرافت افتادن که بیان این کمیسیون رو تبدیل بکنن به شورای حقوق بشر که از سال 2003 تا 2006 هم به زمان به درازا کشید تا تونستن شورای حقوق بشر رو تشکیل بدن. و در شورای حقوق بشر روشش به این صورت بود که کلیه کشورها، کسانی که علاقمند بودن جز شورا بشن، درخواست عضویت میدادن و با درخواست عضویت وارد رای گیری میشدن، یعنی کاندید میشدن، و کشورهایی که میادن به دیگر کشورها بهشون رأی میدادن. من به خصوص در مورد ایران صحبت میکنم. کشور ایران هم درخواست عضویت در این شورا رو داد. برای من عجیبه چون خودش امضا کننده شورای اسلامی هسته، یعنی منشوع اسلامی هستش و منشوع اسلامی کاملا مغایر با این سی ماده حقوق بشر هستش. و با توجه به این ملوث جمهوری اسلامی ابراز تمایل کرد که جزء شورای حقوق بشر قرار بگیره که با 86 رأی مخالف، 66 رأی موافق و 20 رأی ممتنع قابل پذیرش نبود. و بعد از این شورا در واقع 48 کشور جزء شورای حقوق بشر هستند که در واقع عامه رأی دادن، اکثریت رأی گرفتن و جزء شورا شدن. و الان با 48 کشور دارن کار حقوق بشر، شورای حقوق بشر رو در سال دارن بررسی میکنن، و از زمانی هم که این شورا جدا شروع به کار کرده ایران به عنوان یک ناقض دائمی حقوق بشر شناخته شده و همه ساله یک، یعنی و تا الان 3 تا به اصطلاح گزارشگر ویژه تعیین کردن و متاسفانه جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه ورود، یعنی ویزای ورود به کشور رو برای این گزارشگرای ویژه تعیین نکردن. حالا لازم بود بعد توضیحات بیشتری میدم. اگر جناب شهرزاد علاقمند باشن راجع به کنوانسیون صحبت کنن در خدمتشون هم، اگر نه که من میتونم توضیح بدم. آقای شریفی. بله. بله، صحبت‌های آقای شفاهی درست هست. در واقع این حقوق بشر، شورای حقوق بشر در واقع به خاطر فسادی بود که کمیسیون حقوق بشری به یک نوعی داشت و اونجا کشورها خیلی راحت تر میتونستن دست به یکی کنن و امثال در واقع قذافی رو به عنوان یک ناقض جدی حقوق بشر بیارن رو کار، و همین باعث شد که ما بریم به سمت شورای در واقع حقوق بشر. این شورا خب تخصصی تر روی این قضیه کار میکرد. خب همونطور که میدونیم این شورا
در واقع گزارشگر ویژه خودش رو از طریق سازمان ملل متحد معرفی میکرد، گزارشگر ویژه در ارتباط با ایران و به تا به حال همونطور که آقای شفایی گفتن چندین در واقع گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اومدن. خب اینها کارشون این هستش که تحقیق کنن در ارتباط با درستی ادعاهایی که میشه، صحبتهایی که میشه، به یک نوعی حقیقت یابی کنن. و متاسفانه این گزارشگرها حضورشون در کشورهایی مثل ایران که همیشه به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شده، مشروط به این هستش که خود جمهوری اسلامی در واقع به یک نوعی به اونها اجازه بده و با این عدم اجازه به یک نوعی توی این کار اخلال کرده. من البته درست به یاد ندارم که آقای نمیدونم آقای در گالیندوپول زمانی که قطعهای در واقع زندانیان سیاسی در زندانها رخ داد آیا به ایران رفت یا خیر. من چون یک سری حوادثی رو یادم هست و خانواده ما در واقع اون موقع زندانی بودن دقیق نمیدونم. آقای شفایی اگر توضیح بدن بسیار عالیست. ولی به هر حال این گزارشگرها کمک میکنن که به یک نوعی، چون میدونید امروز حکومتایی که وجود دارن با دادن اطلاعات فیک دروغین نمیدونم که سعی میکنن که این گزارش ها رو به یک نوعی در واقع ببرن زیر سوال، فعالین حقوق بشر رو ببرن زیر سوال. و این گزارشگر با اون موشکافی که انجام میده، با تمرکزی که روی این گزارش ها میکنه، در واقع کمک میکنه که شفافیت بیشتری به وجود بیاد و این گزارش ها به یک نوعی معتبرتر باشن. ممنون از شما. آقای شفایی دیدگاه شما رو میشنویم در مورد گزارشگر ویژه. از خواهم که ممنون از که صدا قطعه؟ نه صدای من هست؟ صدای من دارید؟ بله. مرسی. از خواهم که ممنونم. البته آقای گالیندوپول اومدن و یه چند تا نمایش بهش نشون دادن و رفتن، حتی ایشون هم رفتن و همون موقع هم در واقع به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی شد ایران، ولی اتفاق بعدی نیفتاد، چون به هر حال همون کمیسیون حقوق بشر و اون شرایط کمیسیون میزان زد و بنده رو بالا می برد. و الان هم البته شورای حقوق بشر رو نگاه بکنیم که 48 کشور توش هستن، عملا 8-10 کشورشون هنوز باید ترمیم بشن، یعنی هنوز باید حقوق بشری، مثل عربستان سعودی که حالا یه سالی شروع کرده، یا مثل کوبا مثلا در این مجموعه هست. کشورهای مختلفی جز این 48 هستن، ولی اکثریت کشورهایی هستن که حقوق بشر رو نوعاً یا اسماً یا ظاهراً دارن رعایت میکنن، مثل کشورهای اروپایی، مثل کانادا، مثل یه بخشی استرالیا، اسمو یادمون میره، کشورهای این چند، اینایی که پناهنده پذیر هستن، اونایی که یه مقداری احترام میذارن به حقوق بشر، در واقع تو این مجموعه الان هستن و امکان زد و بند به نظر من در واقع به حد 15-20% رسیده، یعنی اون اعتبارش بالاتر از خیلی قبل. عرض کنم که من در مورد گزارشگر ویژه من توضیح میتونم کوتاه بدم، چون برام مهمتر از همه بودن داستان کنوانسیون ها برای من مهمتره. من اول از بدید راجبه کنوانسیون ها بگم. ببینید دوستان، گاهی به اشتباه میگن پیمان جهانی حقوق بشر، این پیمان نیست، این اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه یه کاغذیه میزنن به دیوار میگن آقا همتون آدمای خوبی باشین، حالا اگه آدم بدی بودیم هم اتفاقی نمیفته، یا میگن آقا از این مسیر که میرید نرید، از این مسیر برید، حالا یکی رفت اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون یه اعلامیه است. حالا یه اعلامیه یا یه اطلاعیه فقط در حد آشنا کردن ذهناست، ولی اگر که بیان یه عده‌ای مثلا آدمایی که توی این محیط هستن بیان بگن آقا اگر میخواید از این خیابون رد شید باید از این جهت برید، از این ور نباید برید، اگر برید جریمتون میکنید، اون وقت این میشه پیمان نامه، این میشه در واقع یک قرارداد. حالا چون کشورهای جهان با هم یک قرارداد میبندن، توافق میکنن، میشه کنوانسیون یا کنونشن یا پیمان نامه بین المللی یا میثاق بین المللی یا ده ها اسم دیگه ای که میشه عنوان کرد. و این بین المللی شدن در واقع این پیمان
باعث میشه که افراد مجبور به اجرا بشن، دولت ها وادار به اجرا بشن، و این شورای حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر که قبلا بود تلاشش بر این بود که کشورهایی که پیمان نامه رو امضا کردن و اجرا نمی کنن زیر سوال ببرن. در واقع این شکل اصلی این قضیه هست که کنوانسیون به این دلیل تشکیل شده و به این شکل عمل میکنه. سوال اینجاست آقای شفیعی، من معذرت میخوام که حرفتون رو قطع میکنم. شما فرمودید که ایران هم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو امضا کرده، درسته؟ پس چرا شاهد نقض آشکار حقوق بشر توی ایران هستید؟ ببینید، عرض کردم اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ گونه مسئولیت ایجاد نمیکنه. یه اعلامیه است، ما حالا توی محله همه 100 تا آدم جمع میشیم امضا میکنیم میزنیم به دیوار، اما مسئولیتی نداریم. امضا که امضا میکنه حتما با اون موافقه. آخه وقتی امضا میکنی خب امضا کردی، حالا اگر عمل نکنی چی؟ توش نوشته نشده. ببین 30 تا ماده است، هیچی ننوشته که آقا اگر عمل نکنی کلتون رو میکنی، یا ننوشته نمیدونم 2000 جریمتون میکنی، چی ننوشته. پس نیازمند قراردادهای بین‌المللی جدیدی هست. به همین دلیل اگر نگاه بکنیم کشورها در پیمان نامه های خاص شرکت میکنن، همه کشورها در تمام پیمان نامه ها شرکت نکردن. حالا من مثال دیگه هم خدمتتون میذارم. ایران در 15 کنوانسیون شرکت کرده و امضا کرده که 12 تاش قبل از انقلاب بوده و 3 تا رو بعد از انقلاب امضا کرده، و یکی از اونا پیمان بسیار کنوانسیون حقوق کودک هست که اونم به صورت مشروط امضا کرده، که اگر اجازه بدید بعداً من راجع به اون مشروطم یک کوتاه صحبت خواهم کرد. ولی پیمان نامه‌ای که امضا شده یک امتیاز داره، یعنی هر پیمان نامه‌ای که امضا میشه امکان بسیار خروج ازش نیست به سادگی. یعنی اگر در یک مملکت انقلاب بشه، در یک مملکت کودتا بشه، یک رئیس جمهوری عوض بشه، یا هر فعل انفعالی بیفته، اون جزء تعهدات اون کشوره. یعنی الان امضایی که در زمان پهلوی انجام شده جمهوری اسلامی هم مدیونه و باید انجام بده، یعنی تغییر ناپذیره. اونم یه فرمول داره که اگر بخوان از این پیمان نامه خارج بشن باید ابتدا درخواست بدن، بدونم 2 سال صبر بکنن تا در اون موقع کمیسیون یا حالا شورای حقوق بشر تصویب بشه که ایشون میتونه بره بیرون. ولی مثلا باز در یک همچین مقطعی، اونم یه پروسه است که در واقع این دلایلش برای اینه که کشورها و دولت‌ها علاقمند بشن و وارد این چرخه حقوق بشر بشن و این قضیه است. اما یه نکته که خیلی مهمه که جمهوری اسلامی چرا همیشه ناقض شناخته شده، حتی در کمیسیون، به خاطر کنوانسیون حقوق سیاسی و حقوق سیاسی و مدنیه که در سال 1966 امضا شده، که جمهوری که دولت ایران هم در سال 1953 امضا کرده و عرض کنم که در مجلس هم سنا و شورا هم تصویب شده، جزء تعهدات جمهوری مثل کشور ایران است. و کنوانسیون حقوق اجتماعی فرهنگی اقتصادی هست که اون هم در سال 66 امضا شده، که این دوتا در واقع اکثریت کنوانسیون هایی که در جهان حدود 100 تا هست که اگر نگاه بکنید نشأت گرفته از این امضاها، و عملا ما بعد از این 1966 تعداد کنوانسیون ها زیادتر میشه، به میشه از سال 2000 به بعد تعداد کنوانسیون ها بیشتر شده، برای اینکه روی حقوق بشر با جدیت بیشتری کار میشه، دولت ها راغب شدن. متاسفانه ارتباطمون با آقای شفایی قطع شد. آقای شیرزاد میتونی شما ادامه بدین تا ارتباطمون با آقای شفایی برقرار کنید؟ بله، همونطور که آقای شفاهی هم گفتن، نگاه کنید اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه است. من اگر آقای شفاهی میخوان ادامه بدن من قطع میکنم که صحبتاشون بشنوید. بعد بفرمایید. آقای شفیعی بفرمایید. ببخشید من متوجهم چرا قطع شد، ولی شما ادامه بدید بهتره، من گوش میکنم. حالا بفرمایید، من در خدمتم.
نظر شما میخواییم بدونیم آقای شیرزاد. بله، نگاه کنید، اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمانت متاسفانه اجرایی نداره. جمهوری اتفاقا ایران در زمان شاه این اعلامیه رو در 1948 جزو اولین کشورهایی بود که پذیرفت، یعنی جزو کسایی بود که این اعلامیه رو به یک نوعی به وجود آورد. خب بعد از اون، بعد از زمان شاه، در دوران شاه واقعیتش اینه که ما خیلی خیلی توجه به این اعلامیه حقوق بشر برای شاه مهم بود، خب رعایت میشد، به هر حال تا یه حدودی رعایت میشد و تو بحث حداقل آزادی‌های اجتماعی، آزادی مربوط به زنان کمتر مشکلات وجود داشت. ولی خب بعد از جمهوری اسلامی این موضوع خیلی خیلی شدت پیدا کرد. اما چرا در واقع جمهوری اسلامی که به یک نوعی به بعضی از کنوانسیون‌ها حتی بعد از حیات خودش پیوسته و بعضی از کنوانسیون‌های حقوق سیاسی و مدنی، نمی‌دونم حقوق کودک پیوسته، چرا نقض میکنه؟ این یه سوال خیلی خیلی جدیه. نگاه کنید، جمهوری اسلامی یک حکومتی هستش که در واقع همیشه خودش رو میخواد یک در واقع محترم بشماره، اون ارزش‌های غربی رو، حقوق بشر رو میخواد از نمای بیرونی یک تصویر درست از خودش نشون بده که با در واقع ارزش‌های غربی، با اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ منافاتی نداره. شما اگه نگاه کنید، جمهوری اسلامی انتخابات برگزار میکنه. خب این انتخاباتی که برگزار میکنه در واقع یک نیرنگ و یک حیله هست و سعی میکنه برای خودش از طریق ارزش‌های جهانی مثل در واقع انتخابات، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، برای خودش اعتبار بخره و به یک نوعی از اونور نقض حقوق بشر خودش رو انجام بده، دنبال سیاست‌های خطرناک خودش در منطقه بره و دنبال جنگ گستری به یک نوعی در خارج از مرزهای خودش باشه میره. بخواید جمهوری اسلامی سعی میکنه اون وجهه خودش رو حفظ کنه و از اون ور تمام کارهای خودش رو به یک جوری پیش ببره. جمهوری اسلامی به هر حال یک حکومتیه که به یک نوعی مبتنی بر تروریسم هست، یک حکومت توتالیترش مذهبی هست، شبه توتالیتر مذهبی هست و از ابزارهای بین المللی مایل هستش که استفاده کنه برای اینکه کردیت خودش رو داشته باشه، برای اینکه اعتبار خودش رو داشته باشه، برای اینکه کرسی خودش رو در سازمان ملل داشته باشه و استفاده کنه. چنین رژیمایی متاسفانه داره افزایش پیدا میکنه. مثلا ما میبینیم روسیه رو نگاه میکنیم، ترکیه رو نگاه میکنیم، چین رو نگاه میکنیم، اینا سعی میکنن در پوسته خارجی خیلی در واقع در برابر ارزش‌های جهانی قرار نگیرن، اما در زیرزمین در واقع کشورشون شروع میکنن به نقض حقوق بشر. برای اینکه خیلی ساده بگم، اصلا این کشورها به خصوص ایران قصد سوء استفاده از حقوق بشر رو داره و ما میبینیم علارغم این که قوانینش ناقض حقوق بشر هست، همخوانی نداره قوانین اسلامی که در واقع به جمهوری اسلامی هست با حقوق بشر، ولی به یک نوعی وانمود میکنه که ما داره اینا رو رعایت میکنیم برای اینکه برای خودش اعتبار بخره و با این اعتبار در واقع بتونه اهداف خودش رو به یک نوعی پیش ببره. برای همین هستش که ما میبینیم مثلا لاریجانی ها بلند میشن میان در شورای حقوق بشر سعی میکنن در واقع فعالین حقوق بشر جهان رو به یک نوعی به اشتباه بندازن که نخیر، در جمهوری اسلامی همه چی خوب و مشکلی نیست و ما ناقض حقوق بشر نیستیم و سوء تفاهم اینها و یا اینکه حتی فعالین حقوق بشر دروغ میگن، نمیدونم اطلاعات در واقع فیک به اونها میرسه و ما میبینیم که بنابراین برای جمهوری اسلامی مهمه، ولی جمهوری اسلامی واقعیت اینه که میخواد از اون اساره حقوق بشری استفاده کنه برای پروپاگاندا و پیشبرد اهداف خودش بگیره. ممنون از شما آقای شیرزاد. آقای شفایی، شما یا موافق هستین با نظر آقای شیرزاد؟ آقای شفایی، ایشون که خیلی خوب تشریح کردن که نگاهشون رو نسبت به جمهوری اسلامی، منم کاملا موافقم که جمهوری اسلامی اصلا ناقض دائمی و سیستماتیک، یعنی با من چرا قطع میشم؟ نه شما روی ایر هستیم. من احساس کردم شوی پیام اومد، فکر کردم باز قطع شد. نه صداتون رو داریم و همچنین تصویرتون رو بفهم. به هر حال با ایشون کاملا موافقم که جمهوری اسلامی ناقض مستمر و دائمی و حتی با برنامه ریزی هستش، یعنی اصلا سیستماتیک نقض حقوق بشر میکنه.
یکی از دلایلش وجود اون بهانه اسلام یا بهانه دین هستش که بعد اومدن شورای حکام اومدن نشستن یک اعلامیه اسلامی درست کردن، یه حقوق بشر اسلامی درست کردن که اصلا نگاه میکنیم مثلا چیزی توش به عنوان حق انسان وجود نداره، یعنی مثلا حقی برای انسان قائل نشدن. نمیخوام وارد اون بحث بشم چون جز سوال شما نبود، اما در نکته که با جناب شیرزاد من یک کمی فاصله دارم، فرمودن که در زمان پهلوی که پهلوی حقوق بشر رو اعلامی جواب بشر امضا کرد، من 100% موافقم، ایشون در هم جز اولین امضا کنندگان بود، اما فقط امضا کردن، چون وقتی که یک منشور امضا میشه یا یک کنوانسیونی امضا میشه جز قواعد هست که این باید در سطح کشور اشاعه داده بشه، همه باید بدونن، آشنا بشن، در روزنامه ها، در کتاب ها، در مدارس تدریس بشن، اینا بدونن آدم ها چیه. من مال نسل پهلوی هستم، از سال 35 34 درس خوندم تا 52، من هیچگاه در هیچ کتابی در هیچ نوشته ای این سی ماده اعلام جنون بشر که 2 صفحه است رو ندیدم، یعنی مطلقا نه در دوره مدرسه، دبیرستان، دانشگاه مطلقا ندیدم. اولین باری هم که من حقوق بشر رو شنیدم در کشور ایران در سال 57 بود که خود شاه اعلام کرد که بعد که رفته بود آمریکا با کارتر صحبت کرد و برگشته بود، گفت از بعد می‌خوایم حقوق بشر رعایت کنیم، فضای باز آزادی ایجاد بکنیم. یعنی این اتفاق نیفتاده بود، اگرم اتفاقی قبلا افتاده بود فقط دلخواه بوده، یعنی این نبود که من آگاه شدم که من حقم اینه پس بر اساس حقم برم این کارو بکنم. این در واقع من توی این قضیه مشکل دارم، ولی بعدش هم که بعد از جمهوری اسلامی هم تا الان نسل جمهوری اسلامی هم هیچگاه این سی ماده اونجان در هیچ گوشه ای از کتابا نخونده و ندیده. من یه مورد حس کردم و ادامه میخوام بدم راجع به خود کنوانسیون ها، چون اگر دقت کرده باشیم کنوانسیون های متعددی امضا شده، مثلا کنوانسیون که ایران امضا کرده، یکی کنوانسیون لغو بردگی هستش که در سال 1957 امضا کرده ایران، کنوانسیون من و مجازات کشتار جمعی هستش که در سال در 9 دسامبر 1948 امضا شده، کنوانسیون رفع تبعیض در سال 65، کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی اجتماعی که ایران امضا کرده در سال 54 هم تصویب کرده، همه اینا رو، اینا همشون به تصویب مجلس رسیده، اینا که عرض میکنم کنوانسیون وضعیت پناهندگان باز تصویب شده در ایران. از بعد از اینا 3 کنوانسیونی که جمهوری اسلامی امضا کرده، یکیش راجب آپارتایده که اون دوره بود که آپارتاید در آفریقای جنوبی بحث شده بود و اینا، اون اومده بود، یکی هم راجب آپارتاید ورزشیه که در ورزش آپارتاید نباید باشه که الان خود جمهوری اسلامی که از اون فعالانش هستش که داره این کار رو میکنه، و سال 72 هم 1172 هم که حقوق کودک رو امضا کرده. اینا رو هم در واقع جمهوری اسلامی امضا کرده، اما طبق گفته جناب شیرزاد کار اینا فقط نمایشه، از یه طرف حقوق بشر اسلامی دارن، از یک طرف آقای لاریجانی و خانم طالقانی و یه در 13 تا انجیو در ایران هست، 13 تا انجیو حقوق بشری هست که یکیشون اون آقای فلاحیان که جز قتلای زنجیره‌ای بوده، ایشون رئیس یه گروه حقوق بشریه، و اینها با وقتی که شورای حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر بود گروه می اومدن اونجا بیان شهادت بدن صحبت بکنن، و خوشبختانه خب به هر حال در خارج از کشورم فعالین حقوق بشر خیلی زیاد هستن، جدی کار میکنن، پر انرژی کار کردن و تونستن اثبات بکنن که اینها همه نمایشه، و در واقع میتونم اسم ببرم از آقای دکتر لایجی، از خانم سعد، از خانم شیرین عبادی و خیلی از دوستان دیگه ای که کار حقوق بشر میکنن، خیلی با قدرت توی کمیسیون ها شورا شرکت کردن و تونستن این قضیه رو به اثبات برسونن. من الان در رابطه با خود گزارشگر ویژه میتونم یه توضیح کوچولو بدم، بعد دیگه شنونده هستیم از جناب شیرزاد. ببینید وقتی که چه در دوره قبل، چه در کمیسیون، چه در شورا، یک
وقتی یک مجموعه رو ناقض حقوق بشر میدیدن یک گزارشگر ویژه تعیین میکردن که ایشون حق داشت به تمام موارد حقوق بشر و نقض حقوق بشر در اون کشور شرکت بکنه، حضور داشته باشه، مطالعه کنه، در ایران دفتر یا در هر کشوری دفتر داشته باشن که هر کسی دردی داره بره نامه بده، مکاتبه کنه، هر کاری میتونن انجام بدن در این به اصطلاح دفاتر. اما جمهوری اسلامی اجازه نمیده کسی بره در ایران دفتر بزنه. به همین دلیل خود اون گزارشگر ویژه مجبور از سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور اطلاعاتو بگیره. خب طبیعی اطلاعاتی هم میخواد که قطعی باشه. مثلا اگر یو من برم بگم آقا در ایران 1000 تا اعدام کردن، میگه استنادت کدومه؟ من باید استناد داشته باشم، بگم بله در روزنامه کیهان اینو چاپ کرده، در روزنامه اطلاعات اینه، ایرنا اینو گفته، ایسنا اینو گفته، نمیدونم اون یکی اینو گفته، تا بتونم اثبات کنم که بله این تعداد به این دلیل درسته. و این کارم خب خوشبختانه الان داره اتفاق میفته و این افراد با مصاحبه او در رو با افرادی که از ایران مجبور شدن اومدن و این کارا رو کردن، گزارشگرا گزارش تهیه میکنن. خب اطلاعات هم از ایران خودشون دارن حتما و گزارش رو میرن به سازمان ملل ارائه میدن که در ماه گذشته، یعنی معمولا در ماه نوامبر گزارشگرای ویژه گزارشاشون رو به سازمان ملل ارائه میدن و اونجا هم تصمیم گیری میشه که همین تقریبا فکر کنم 2 هفته پیش بود دوباره ایران رو ناقض حقوق بشر تشخیص داد سازمان ملل و الان ارجاع داده شده به شورای حقوق بشر که احتمالاً حالا یا در ماه مارس یا در فوریه بررسی خواهد شد. ممنون از شما آقای شفایی. آقای شفایی، شما به اعلامیه اسلامی حقوق بشر اشاره کردید. میتونید در این مورد برامون توضیح بدین؟ منتقدانی وجود دارن که نه فقط در جمهوری اسلامی ایران، اونا اعتقاد دارن که حقوق بشر مفهوم غربی داره که الزاماً با وضعیت همه کشورهای جهان سازگار نیست و مطابق نیست و اساساً اینکه نقدشون اینه هر جامعه‌ای مخصوصاً جمهوری اسلامی معیارهای خودشونو دارن و نمیشه ارزش‌های تعیین شده‌شون رو با جوامع غربی یکی دونست. این مورد برای ما بیشتر توضیح بدید. عرض کنم که من ابتدا میتونم اینجوری شروع کنم که موقعی که داشتن سیماده اعلام جانب حقوق بشر رو در سال 47, 46, 48 تحقیق میکردن، کسانی که مسئول بودن و پیگیر میکردن، به چند بنبست رسیدن و بعضی از کشورها همراهی نکردن، از جمله عربستان که بحث اسلام داشت و اصلا موافق ماده 18 نبود و بعضی از کشورها موافق ماده 17 نبودن، ولی به هر حال به نوعی تونستن رایزنی کنن و این قضیه رو حل کنن. اما بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد برای اینکه بخواد کاری هم انجام بده، یک کشورهای اسلامی در واقع دورهای اسلامی ایجاد کرد و برای یک پارچگیشون هم اومدن برنامه ریزی کردن که بیایم یک منشوری هم ما بدیم، حالا که یک گروه حساب حالا یه دمی ها کمونیست ها میگن امپریالیست، اونا میگن مانیفست ما و قصه ها میگن اسلامی هم بخوا ما هم برای خودمون یک مجموعه درست کنیم و یک کاری انجام بدیم. اما ولی وقتی که میگن به در کل نگاه میکنیم به یک موضوع انسانی و اگر میگن اون نگاه رو از نگاه مذهبی داشته باشیم یا از نگاه دینی داشته باشیم، حتما دوچار حادثه میشیم. چون وقتی که میایم یک انسان رو نگاه میکنیم و این انسان رو تبدیل میکنیم از یک دیدگاهی، از نگاه ایدئولوژی این دین یا از نگاه ایدئولوژی جای دیگه، یا بیایم به یه سبک دیگه نگاه بکنیم، خود به خود یه جایی نقض میشه. یعنی اصلا کلیته، چون انسان فقط انسانه. یعنی انسان رو باید از نگاه بشریت دید. نگاه دیگه داشته باشیم به حاشیه رفتیم و نقض کردیم. شما هر جا نگاه بکنید، زمانی شما میتونید بگید آقا ما بشر هستیم که حقوق بشر رو رعایت کرده باشیم. حالا چرا حقوق بشر اصرار داریم رعایت بشه؟ چون کسی که حقوق بشر رو بشناسه و بعدش هم رعایت بکنه به حق دیگری تعدی نمی کنه و خود این باعث رشد فرهنگی میشه، رشد ذهنی این آدم ها میشه که آدم ها احترام به حق خودشون میذارن، طبیعتاً به احترام به دیگران هم حق احترام میگذارن و اگر کسی هم احترام نذاره چون حقش رو میدونه
مطالبه گر میشه، طلبکار هستش، خواهان خواسته داره و اینه که باعث رشد این جوان میشه. حالا من اینو مقدمه گفتم که بیایم یه نگاهی بکنیم به عرض کنم که به اصطلاح منشور اسلامی، منشور اسلامی حقوق بشر. ببینید وقتی که من مقدمه رو گفتم، در واقع وقتی که مبنا رو در این منشور نگاه بکنید، تماما نگاه شرعی است و با شرع نگاه میکنن، که البته من خودم هم که نگاه کردم چند تا اشکال داره، چون بعضی از این شرعیاتشو شیعه قبول نداره، بعضیاش سنی اهل سنت قبول نداره، یه سری درگیری هایی هم در درون خود این هنوز هست، یعنی در درون خود این شورا هست. یکی از مواردش اینه که مثلا میگه که آقا ما منشور ما فقط توحیده، یعنی فقط ما یه خدا داریم و سلام. یعنی اگر من آدم دیگه باشم که نگاه دیگه ای داشته باشم نیستم. یا من حتی 25 ماده است، حالا من برای اینکه بیشتر توضیح بدم، 25 ماده در واقع برنامه‌ریزی شده، ولی تمام 25 ماده نگاهش نگاه‌های شرعی است. و اصلا اگر نگاه کنیم مثلا تو خود ماده یکش اعلام میکنه، میگه ما همه یک خانواده هستیم و به نسبت به خدا بندگی داریم و عرض کنم که همه آدم ها در واقع بحث برابریه، همه بنده خدا هستیم و همه هم به صدا مثل آدم زندگی باید بود، مثل آدم هستیم در واقع. و این یعنی من خواستم خیلی کلی تر بگم، ولی بخوام بخوام باید 3 خط 4 خط بخونم، برای همین دنبال کلمه‌های کوچیکی هستم. و عملا در همین ماده یک هم انتهاش میگه که بایستی فقط ما فرد خدا رو قبول داشته باشیم و هممون هم یکسان هستیم، چرا از نظر خدا یکسانیم. این نگاه در واقع نگاه اینچنینی داره. حالا ماده 2 رو نگاه کنیم، میگه ماده 2 میگه یه موهبت الهیه که به ما داده و دولت ها حکومت ها حق ندارن این موهبت الهی رو بگیرن، که البته ما در جمهوری اسلامی میبینیم با اونش که این امضا کرده چپ راست آدم میکشه، اعدام میکنه، سربنیست میکنه، شکنجه میکنه، که جز قواعدش هستن، که عملا این در واقع به نوعی مشابه ماده 3 اعلام جانب حقوق بشر میتونه باشه که حق حیات یا حق زندگی هستش. و یه چند تا بند دیگه داره، میگه که حتی مثلا برای من جالبه راجب جنازه، گفته باید جنازه احترام داشته باشه، با احترام به اصطلاح خاک بشه، که ولی من میبینم که اصلا مسلمانان اهل عربستان جنازه رو وقتی خاک میکنن تموم شد دیگه، اصلا نه سر هفت میرن نه هشت میرن نه سنگ روش میذارن، اصلا هیچ چیزی کاری ندارن. من نمیدونم این چجوری اینا رو با هم به تفاهم رسیدن. و یا در ماده سومش میگه که هیچ موقع نباید درختان رو از بین ببریم، نباید در جنگ های مسلحانه و درگیری ها نباید آدم های بی‌طرف کشته بشن، یعنی مبنا رو بر جنگ گذاشته. این مثلا یه ایراد بزرگ خودش، مبنا بر جنگه، یعنی جنگ باید باش، اما در جنگ آدم های بی‌طرف کشته نشن. من تعجب میکنم یعنی چی؟ چرا باید جنگ باشه و آدم بیه؟ باید مبنا رو بر این بذاری که آقا دوستی، الفت، هماهنگی، زندگی مشترک، زندگی کار خوب. میخوام اینا رو بگم. و ماده 4 من 25 ماده است خستتون میکنم اگه بخوام بگم، چون هر کدومش باید من یا تونتون بگم هیچی یا هر کدوم باید چند دقیقه تفسیر کنم، خستتون میکنه. من خواهش میکنم برن دوستان بخونن، یعنی هم 30 ماده اینام جانو باشه رو بخونن، هم 25 ماده رو، ماده اسلامی رو بخونن. و در چند جا به وضوح اعلام کرده، من الان بگم کدوم ماده هاش، به وضوح اعلام کرده که طبق قوانین شهر، یعنی اصلا حتی ماده 25ش رسما اعلام کرده شریعت اسلامی تنها مرجع تفسیر یا توضیح هر ماده است، یعنی اصلا خود به خود تعطیل، یعنی اصلا فقط اسلامی. حالا اگر در یک کشوری که مثلا یه چه می‌دونم حالا بهایی که نه، مثلا بگیم مثلا یه مسیحی باشه که دیگه دین شناخته شده است از طرف اینا، اون چه اتفاقی براش میفته؟
یعنی اینا هست، یا نوشته تمام آزادی ها و حقوقی که در اینجا عنوان شده بایستی با شریعت اسلام باشه. یعنی این در واقع ما در منشور اسلامی چیزی به عنوان این که حق من انسانی که به دنیا اومدم اصلا وجود نداره، یعنی اصلا منو نپذیرفته. اگر منم به عنوان یک کودک پذیرفته، در یکی از موادش هست که بگم 16-17 است، میگه کودک حق مسلم داره ولی نسبت به خانوادش هم وظیفه داره و نسبت به اقوامش هم وظیفه داره. یعنی وظیفه با وظیفه، یعنی ما اسلام هم در واقع تیم مثلا یک دین تکلیف مداره، یعنی همه مکلفن، وظیفه دارن، مجبورن، یعنی یه سری اجبارات اینا رو ما همینجا دونه دونه میبینیم. اصلا راجع به کودک، راجع به آزادی و رهایی یا شادی کودک صحبتی نشده. کودک باید مورد احترام باشه و کودک هم باید به پدر مادر احترام بذاره و به جامعه احترام بذاره. یعنی من خواهش میکنم خونده بشه، چون اصلا قابل باور نیست، ولی حتما ببینیم، بخونیم هر دو رو و مقایسه کنیم. خوب است. مرسی. ممنون از شما آقای شفایی. آقای شیرزاد، نظر شما چیه در این رابطه؟ فکر میکنید منشور اسلامی تناقض داره و غربیه؟ شما نظرتون چیه؟ من فکر میکنم حقوق بشر مربوط به بشره، فرق نمی کنه این بشر مسلمون باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه. چیزی که به اعلامیه در واقع نمیدونم حقوق بشر اسلامی هست، من اینو سالها پیش خوندم، هیچ به نظر من حقی در واقع برای انسان به طور کلی قائل نیست. انسان رو اومدن تعریف کردن که این انسان مسلمونه و هیچ در نظر نگرفت. اولا همین که میگه مسلمونه، شما اینجا آزادی ادیان در واقع حذف میشه. خب همین که ما میایم توی بحث مسلمون در واقع میایم یه چیزی رو بر اساس قوانین میگذاریم، خب ما میدونیم خیلی از قسمت‌های قرآن حقیقت در ارتباط با جنگ و نمیدونم فلان و کشتن و اینطور چیزاست. آقای شفایی هم اشاره کردن که به این قضیه خیلی اشاره شده. از اون ور واقعیتش اینه که در همین قوانین، ما در ارتباط با قوانین اسلامی اصلا چیزی به نام حقوق زنان نداریم. زن متعلق هست به یک نوعی به مرد و اتفاقا یک وظایف دو طرفه داره. یعنی زنم اینجا در واقع باید به مرد یک جورایی تن بده، به خواسته هاش گوش کنه. کودک هم میایم اینجا میبینیم که در واقع یک جورایی یک وظایفی داره در ارتباط با پدر و مادرش. خب این وظایف چه چیزایی میتونه باشه؟ همین وظایفی هستش که ما میبینیم که فرزن یک کودک به خاطر اینکه نمیدونم لکه ننگی برای یک خانواده شده، به خاطر فلان کار این کودک توسط پدر کشته میشه. و اینجا ما میبینیم انواع تناقضات به یک نوعی از این قوانین میاد بیرون. قوانینی که جمع‌گرایانه باشه، یعنی انسان رو در یک مجموعه تعریف کنه، در مجموعه‌ای که شما مثلا مسلمون هستید باید این قانون اون قانون رو به یک نوعی به رسمیت بشناسید و بهش احترام بگذارید. اینجا دیگه صاحب حق نمیشه شهروند طبق اصول در واقع لیبرالی به یک نوعی به خودی خود دارای حقه، نه اینکه در یک جمع آرمانی نمیدونم در یک جمع مذهبی این نباید حقوق پیدا کنه. در واقع من به زبان ساده میتونم بگم که اعلامیه جهانی حقوق مسلمان‌ها یا اسلامی در واقع اعلامیه نقض حقوق بشره. اینها در واقع دنبال یک روشی هستن که نقض حقوق بشر کنن و ما میدونیم توی جمهوری اسلامی، حالا تو کشورهای در واقع به یک نوع اسلامی، موازی سازی یکی از چیزاییه که سعی میکنن با ساختن یک اعلامیه موازی اون اعلامیه اولیه رو به یک نوعی ببرن زیر سوال و زمینه رو برای نقض اون فراهم کنن. من حقیقت هیچ چیزی در این اعلامیه ندیدم، سالهای گذشته خوندم، ببخشید حرف زدم، واقعا مضحک بود و اصلا ارتباطی به نظرم به حقوق انسان به نوعی پیدا نمی کرد و اعلامیه تایید در واقع نقض حقوق بشر هست و این انسان در واقع در اون حکومتی که داره، حکومتی که زندگی میکنه، یک انسان مکلفه در واقع که باید تکالیفی انجام بده در ارتباط با اون حکومت، در ارتباط با دین و بیشتر به نظر من کاملا اون انسان رو محدود میکنه و این سوال رو جواب نمیده که اگر یک نفر مسلمان نبود، اصلا یک نفر خاص بی‌دین باشه در این جامعه،
حقوقشی میشه، اصلا برای اینها هیچ چیزی نداره. در واقع یک مغالطه است برای دور زدن اعلامیه جهانی حقوق بشر به نظر من. ممنون از شما قشریز. آقای شفایی، 67 قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسیده. این قطعنامه به چه چیزایی اشاره میکنه و به طور کلی این قطعنامه چه تأثیری در رفتار مسئولین جمهوری اسلامی ایران میتونه داشته باشه؟ ممنون میشم نظرتون بگید. چشم، من قبل از این اجازه بدید چند تا ماده رو من نگاه کردم یادم افتاد گفتم بگم. ببینید ماده 22 بحث آزادی بیان هست در ماده 22 منشور اسلامی و عملا گفته که آزادی بیان وجود داره، اما تا کجا؟ تا جایی که شما به شرع کاری نداشته باشید، یعنی در واقع محدود کرده. حالا من بذار اصلا جمله شو براتون بخونم. ماده 22 میگه که هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند. یعنی من حالا اگر من یه روزی خواستم بگم آقا مثلا یه مثلا مشکلی در آیه قرآن هست، یه مشکلی در فلان جا هست، یا یک بندی اشکال داره، این حق رو دیگه ندارم. و این یه مسئله است. حتی ادامه داده که در واقع والا خیلی مفصله. یکی دیگه در ماده 7 که راجع به همون کودک میگه که کودک حق تربیت برای پدر هست، برای مادر خبری نیست. چون ما در خود اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 26 میگه تربیت در اختیار پدر و مادره، در اختیار خانواده است. اما اینجا طبق ماده 7 گفته نه، فقط پدره که میتونه تشخیص بده بچه چجوری باید درس بخونه یا کجا درس بخونه. یا در مورد ماده 9 راجع به علم هستش، دانشگاه، درس خوندن، همه اینا رو گفته. بعد آخرش گفته که ولی باید اینا در جهتی باشه که با فلسفه اسلام هماهنگی داشته باشه. یعنی شما هر جوری که برید یه جایی اینجا شما هستش. آقای شفایی، قسمت اول با قسمت دوم توی یه دونه از این ماده ها با خودش تناقض داره. یعنی یه همچین چیزی رو من به شخصی نمیتونم بپذیرم به عنوان یک آدم عاقل. متاسفانه حالا ما نمیخوایم بگیم عاقل یا غیر عاقل، ولی واقعا از نظر منطق نمیخونه. وقتی آدم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میخونه و اینم نگاه میکنه، متوجه میشه که خب چقدر با هم اختلاف دارن، جایگاهشون کجاست. حالا یکی اینو میپسنده، یکی اون رو میپسنده، این دیگه تشخیصش با من نیست. ممنون از شما. برگردیم سال 67 میخواستم که آره این خب ببینید همه ساله این اتفاق افتاده. یعنی همه ساله در ماه نوامبر به اصطلاح سازمان ملل بر اساس گزارشات به اصطلاح گزارشگران ویژه یک تصمیم گیری میکنه در رابطه با نوع کاری که به اصطلاح جمهوری اسلامی انجام داده. خب این دفعه هم در واقع گزارشات که داده شده بود به اصطلاح یه بخش زیادی راجع به آبان 98 اتفاق افتاد در رابطه با مسئله بنزین، بحث اعدام ها هست، بحث دستگیری های فراوانی که راجع به حقوق بشر کردن و افراد حقوق بشری که دستگیر شدن. یه آماری داریم ما که در سال گذشته 458 سال زندانی و حدود 300 خوده شلاق فقط برای فعالین مدنی و حقوق بشری مثلا حکم داده شده و الان هم تو زندان ها هستن. میدونید اینا در واقع نگاهی بوده که انجام شده. خب البته در رابطه با مسئله حقوق محیط زیست صحبت شده، در رابطه با عرض کنم که وضعیت دریاها صحبت شده، من یادم میاد در رابطه با وضعیت اقوام مفصل صحبت شده، راجع به ادیان که اصلا یه بخش شاید مثلا 30% راجع به ادیان صحبت شده. و اینا همش گویای همین نگاه های فردی هست و یه بخشی هم در رابطه با حتی راجع به مسئله دزدی هایی که در کشور ما داره اتفاق میفته. چون این دزدی ها در واقع عملا به نوعی تبدیل به پولشویی میشه و این پولشویی در جامعه جهانی الان اصلا زیر سواله. یعنی اصلا در جامعه جهانی یکی از اتفاقایی که روش حساس هست جامعه جهانی مسئله پولشویی و این اتفاقا و اختلاس ها هم در واقع
به نوعی وجود داره و این در حالا چه اثری برای ما میتونه داشته باشه؟ من اعتقادم اینه که دو تا مطلب باعث رشد جامعه خواهد شد. یک آگاهی است، دو افشاگری است. و این آگاهی دادن و این افشاگری میتونه اثر بذاره. حالا اثر حرکتی فوری فلفوری نمیده، اما یه اثری میذاره که آدم میتونه امیدوار باشه که مثلا تا چند سال آینده جامعه یه عده دیگری روشن بشن، یه عده دیگری آگاه بشن، یه عده دیگری بدونن که چی کار میخوان بکنن. و این در واقع هستش که میتونه به اصطلاح اون رشد رو ایجاد بکنه. و به هر حال این اتفاق همه ساله افتاده و اما جمهوری اسلامی زیاد توجهی نمیکنه. اون اگه بناست اعدام بکنه میکنه. راجب همین آقای افکاری بوده صحبت شده، راجب صعود هواپیما در واقع صحبت شده، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی عکس العملی اصلا در مقابل نقض حقوق بشرش نداره، اصلا گوش نمیکنه. من اگه سوالی دیگه هست. ممنون آقای شیرزاد، به نظر شما دلیل سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری در ایران چیه؟ میتونید در این مورد برای ما نظرتون رو بگید؟ ببخشید ممکنه تکرار کنید، من متوجه نشدم. خواهش میکنم، دلیل سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشر رو برامون اعلام کنید. خیلی به ساده است، در واقع به جمهوری اسلامی ماهیتش به یک نوعی بر مبنای سرکوب، بر مبنای خشونت، بر مبنای زورگویی حاکم هست و طبیعی هستش که هیچ صدای مخالفی رو بر نمیتابه، میخواد اون تصویری که خودش دوست داره به جهان نشون بده رو نشون بده. و کسایی مثل فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی، فعالین جامعه مدنی که فعالیت‌های انجام میدن به یک نوعی در برابر خاص جمهوری اسلامی هستن و اینها سرکوب میشن. از طرفی به هر حال جمهوری اسلامی حکومتی هستش که میخواد بمونه، مشروعیت نداره، اقداماتش مورد تایید مردم ایران نیست. در نتیجه خب معترضانی شکل میگیرن، اعتراضاتی شکل میگیره و این معترضین یه تهدید میشن در برابر جمهوری اسلامی که دنبال یه خواست نامشروع هست و نمیتونن در واقع به اون نمیذارن جمهوری اسلامی به اون اهداف نامشروع خودش به یک نوعی برسه و در نتیجه در واقع اینها مورد سرکوب قرار میگیرن. ممنون از شما. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.